علی رسول الله و آله و صحبه. جناب آقای رئیس، رؤسای محترم جمهور، نخست وزیران محترم، خانم ها، آقایان، در ابتدا مایلم مراتب تشکر و قدردانی خود رو از جناب آقای ولادیمیر پوتین، رئیس محترم فدراسیون روسیه، به خاطر ساماندهی این اجلاس اعلام نمایم. همچنین خوشحالم که بار دیگر فرصت یافتم تا در این جمع، هرچند به صورت ویدیو کنفرانسی، حضور یابم. امروز جهان در وضعیت خطیری قرار گرفته است. از یک سو همگیری ویروس کرونا، علاوه بر تهدید جدی جان انسانها، تأثیرات عمیق و مخربی بر اقتصاد کشورها و به ویژه معیشت مردم گذاشته است، و از سوی دیگر تعقیب سیاست یک جانب گرایانه و نادیده گرفتن احترام به حقوق و نهادهای بین المللی از سوی آمریکا، تلاش مضاعف کشورهای هماندیش در سطح جهان برای تقویت همکاری و تشکیل جبهه واحد برای فائق آمدن بر هر دو چالش را بیش از پیش ضروری ساخته است. برای مقابله با چالش مشترک همگیری کووید 19 نیاز به اتخاذ یک رویکرد واحد و منسجم از سوی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در هماهنگی با سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی برای اطمینان از دسترسی کامل، آزادانه و منصفانه مردم منطقه و جهان به خدمات بهداشتی و تجهیزات پزشکی، با هدف مقابله بهتر با این بیماری وجود دارد. در همین جهت جمهوری اسلامی ایران کمک‌های انسان دوستانه خود را برای بهبود شرایط در برخی از کشورهای منطقه ارائه نموده است. همچنین این آمادگی را داریم تا در مسیر مبارزه با کووید 19 با کشورهای عضو سازمان تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم. عالی جنابان، جمهوری اسلامی ایران همواره بر سیاست اصولی خود در تقویت حسن همجواری، ایجاد اعتماد و گفتگو با همسایگان در حوزه‌هایی چون اوراسیا، خلیج فارس، جنوب و غرب آسیا تأکید داشته و حصول امنیت پایدار را جز از طریق همکاری، مشارکت و صلح میسر نمی‌داند. ارائه ابتکار صلح هرمز، هوب، مشارکت در روند صلح آستانه، حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تأکید بر لزوم افزایش همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نمونه‌هایی از توجه جمهوری اسلامی ایران به مشارکت و همکاری برای حصول به امنیت پایدار در منطقه و جهان می باشد. جمهوری اسلامی ایران از همکاری در قالب سازمان همکاری شانگهای برای مواجهه با چالش‌های منطقه در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی استقبال می‌کند. ایران همواره امنیت حوزه پیرامونی را به مثابه امنیت خود دیده و برای حفظ صلح و ثبات منطقه کوشیده است. در این جهت ما به همکاری با شرکای خود و سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله مؤثر با تروریسم
افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهیم داد. خانم ها، آقایان، یکی از اصول محوری همکاری های کشورهای منطقه و اعضای شانگهای مبارزه با تروریسم، افراطی‌گرایی و جدایی طلبی است. جلوگیری از توسعه ایدئولوژی خشونت و افراط‌گرایی و مقابله دست جمعی با جریان‌ها و نهادهای تولید و انتشار تفکر افراطی‌گری در منطقه، در کنار شناسایی کانون‌های شکل‌گیری، حامیان و منابع مالی گروه‌های تروریستی از مهمترین رسالت‌های مشترک سازمان همکاری شانگهای در حوزه امنیت دست جمعی است. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سالها تجربه خود در مبارزه گسترده با گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق، آمادگی خود را برای هر گونه اقدام و مبارزه علیه جریانات تروریستی و افراط‌گرایی اعلام می‌دارد. هرچند در ابتدای سال جاری میلادی یکی از بزرگترین فرماندهان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، سردار شهید قاسم سلیمانی، توسط به وجود آورنده و حامی اصلی جریانات تکفیری و تروریستی به طور ناجوانمردانه ترور و به شهادت رسید. اما ما همچنان مصممیم تا سرکوب کامل گروه‌های تروریستی، افراط‌گرایی و پایان دادن به اشغالگری بیگانگان به راه خود ادامه دهیم. در همین رابطه قطعنامه پیشنهادی ایران تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی‌گرایی با رأی مثبت 190 کشور در دسامبر 2013 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که می تواند همچنان مورد توجه جدی برای اقدامات عملی از سوی این سازمان قرار گیرد. همکاران گرامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و با تکیه بر اشتراکات فراوان تاریخی با مردم منطقه، از تصمیم اخیر مقامات این دو کشور با وساطت فدراسیون روسیه برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی و شروع فرایند حل و فصل دیپلماتیک ابراز خرسندی می نماید و امیدوار است که دو کشور بتوانند اختلافات خود را در فضای صلح‌آمیز و دور از تنش در چارچوب حقوق بین الملل حل و فصل نمایند. در این راستا ایران طرح صلحی به منظور برقراری آتش‌بس و ایجاد صلح ارائه نمود و همچنین رایزنی‌های فشرده‌ای با طرفین درگیری و سایر کشورهای ذی‌نفع به عمل آورده است و از هر گونه تلاشی جهت کاهش تنش و اختلافات و برقراری ثبات، امنیت و صلح پایدار و عادلانه در این منطقه استقبال می‌نماید. خانم ها، آقایان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر حسن همجواری، همزیستی مسالمت آمیز و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشورهای دوست با هدف توسعه و رشد اقتصادی منطقه استوار بوده و در این جهت ابتکاراتی را پیشنهاد و از ابتکارات کشورهای دوست نیز استقبال نموده است. ضرورت دارد در مسیر ارتقای رفاه و معیشت ساکنان منطقه، توسعه پایدار و فقر زدایی در منطقه از فرصت‌های همکاری‌های مشترک بهره‌برداری‌های حداکثری به عمل آید. گسترش خطوط انتقال انرژی و توسعه مسیرهای مواصلاتی در منطقه از مهمترین سازوکارهای همکاری در منطقه محسوب می‌گردد
کشور ایران با داشتن جغرافیای مناسب برای انتقال انرژی و یکی از شاهراهای مواصلاتی در منطقه با برخورداری از منابع غنی انرژی، دسترسی به دو دریای مهم و موقعیت سوق‌الجیشی بی‌نظیر قادر به تأمین نیازهای اصلی بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان شانگهای می باشد. موقعیت جغرافیایی ایران در کریدورهای مختلف و به ویژه کریدور شمال جنوب فرصت بسیار با اهمیت و پایداری برای توسعه ارتباطات فراقاره‌ای و رهایی از برخی محدودیت‌های ژئوپلیتیکی برای کشورهای دوست در این سازوکار می باشد. خوشحالم به اطلاع برسانم که به زودی با تکمیل مسیر ریلی رشت بندر انزلی در حاشیه دریای خزر، مسیر ریلی کریدور شمال جنوب به واقعیت پیوسته و ظرفیت عظیمی را برای حمل و نقل ترانزیتی ایجاد خواهد نمود. به علاوه ما در تلاش هستیم ساخت مسیر ریلی رشت آستارا را نیز در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم و اتصال ریلی یک پارچه از خلیج فارس تا روسیه و شمال اروپا را فراهم آورده و یکی از نیازهای مهم بین المللی را تحقق بخشیم. همچنین در چند هفته آینده راهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد. این راهن کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بن‌بست خواهد بود. ادامه این مسیر از هرات به مزار شریف می‌تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آب‌های آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنان قرار دهد. عالی جنابان، در سالهای اخیر چند جانب گرایی اقتصادی و سیاسی مورد تهدید جدی قرار گرفت و دولت آمریکا با قلدر مآبی تمام در صدد اعمال سیاست‌ها و قوانین داخلی خود بر نظم جهانی و کشورهای دارای استقلال سیاسی برآمد. نتایج انتخابات آمریکا نشان داد که نه تنها جهان مخالف سیاست‌های نادرست دولت کنونی ایالات متحده است، بلکه مردم آمریکا نیز از این سیاست‌ها به ستوه آمدند. ملت آمریکا واکنش جهان به قلدرمآبی، قانون گریزی، نقض تعهدات بین المللی، تهدید و تحریم دیگر ملت‌ها را به خوبی شنید و تصمیم به تغییر گرفت. یک بار دیگر تاریخ واقعیت خود را به عرصه حکمرانی و سپهر سیاسی تحمیل کرد و درس عبرت دیگری به ماجراجویان، جنگ طلبان، مخالفان حقوق ملت‌ها و ناقضان حقوق مسلم بین المللی داد. نتیجه انتخابات آمریکا نشان می‌دهد کشوری که مدام در حال استفاده از تهدید، تحریم و چماق باشد و با زبان زور با دیگر ملت‌ها سخن بگوید، سیاست خارجی آن حتما راه خود را گم کرده است. اکنون نوبت منتخبان و رهبران جدید در ایالات متحده آمریکا است که پیام ملت خود را به خوبی درک کنند و این اراده به تغییر را در سیاست خارجی خود و رابطه با دیگر کشورها و ملت‌ها عملی سازند. بازگشت به قانونمداری، مقررات و تعهدات شناخته شده بین المللی، احترام به حقوق ملت‌ها و جبران خسارات وارده از الزامات ترمیم اعتبار جهانی آمریکاست. در خاتمه مایلم با اغتنام از فرصت
یک بار دیگر از رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه و دیگر دستاندرکاران برگزاری این اجلاس تشکر نمایم و برای دولت و مردم روسیه آرزوی سربلندی و بهروزی نمایم. از توجه شما متشکرم.